سرخط خبر. دومین گزارش سازمان هواپیمایی ایران درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی. ایران از آمریکا و فرانسه خواستار تجهیزات خواندن جعبه سیاه شد. تلاش برای جلوگیری از اخراج یک دانشجوی ایرانی از آمریکا. دوستان و همکلاسی‌های شهاب دهقانی در فرودگاه بوستون تجمع کردند. در آستانه جلسه استیضاح دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در نشست داووس از عملکرد اقتصادی دولتش دفاع کرد. و درخشش طراح جوان تاجیک در نمایشگاه بین‌المللی مد شرقی در پاریس. سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. سازمان هواپیمایی کشوری ایران در دومین گزارش درباره هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافربری اوکراینی برای اولین بار تایید کرده که این هواپیما هدف دو موشک ایران قرار گرفته، اما جعبه سیاه هواپیما هنوز خوانده نشده. اگرچه این گزارش میگوید که ایران توانایی خواندن جعبه سیاه را ندارد، اما تاکنون از ارسال آن به فرانسه یا اوکراین خودداری کرده. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. 176 مسافر و خدمه هواپیما در این واقعه در ساعات اول بامداد 13 روز پیش حدود 30 کیلومتری غرب تهران کشته شدند. بسیاری از آنها جوانان دانشجو که بعد از دیداری با خانواده‌هایشان به کانادا، محل تحصیل و زندگیشان، برمیگشتند. در گزارش سازمان هواپیمایی کشوری ایران آمده که این هواپیما که ساعت 6:12 صبح از فرودگاه امام خمینی بلند شد، 3 دقیقه بعد از صفحه یکی از رادارهای فرودگاه محو شد و 3 دقیقه بعد از آن در ساعت 6:18 از صفحه رادار دوم فرودگاه هم. در این گزارش آمده که جعبه های سیاه هواپیما، یکی مخصوص ثبت اطلاعات پروازی و دیگر مخصوص ضبط صدای کابین خلبان، هر دو بر اثر سانحه و آتش سوزی آسیب دیدند. معلوم نیست که حافظه آنها قابل خواندن باشد. در این گزارش با اشاره به جعبه های سیاه هواپیما گفته شده متخصصان ایرانی همگی توافق دارند که این نوع دستگاه ها از بروزترین دستگاه های موجود دنیا بوده و امکانات بازخوانی آن در کشور موجود نیست. در این گزارش گفته شده که لیست لوازم مورد نیاز از کشورهای فرانسه و آمریکا خواسته شده، اما این کشورها تا کنون پاسخی مثبت ندادند. این گزارش برای اولین بار تایید می‌کند که این هواپیما در اوج بالا گرفتن خطر جنگ بین ایران و آمریکا هدف دو موشک تور قرار گرفتند، موشک‌های ساخت روسیه. قبلا نیویورک تایمز در گزارشی بر اساس ویدیوهایی که به دستش رسیده بود خبر داده بود که هواپیما هدف دو موشک قرار گرفته با فاصله حدود 30 ثانیه از یکدیگر. موشک تور M1 موشکی ضد هوایی است با بردی نزدیک به 20 کیلومتر. این یک فیلم تبلیغاتی روسیه درباره این موشک ها. هنوز معلوم نیست که چگونه افراد سپاه پاسداران هواپیمای مسافربری را آنطور که میگویند با یک موشک کروز آمریکا اشتباه گرفتند. مسئولان این اشتباه فاجعه بار هنوز معرفی نشدند، چیزی که کانادا و اوکراین خواهان روشن شدن آن هستند. این وزیر راه ایران محمد اسلامی دیروز در کیف در ملاقاتی با رئیس جمهوری اوکراین. اوکراین خواهان تحویل جعبه های سیاه به این کشور است. سوالی که گزارش امروز سازمان هواپیمایی کشوری به ذهن می آورد این است که اگر ایران توانایی خواندن جعبه های سیاه هواپیما را ندارد، چرا آن را به اوکراین نمی دهد؟ کسرا نجی، بی بی سی. فرزین ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی در مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاورمیانه از واشنگتن در آمریکا با ماست. آقای ندیمی، سوالی که امروز برای خیلی ها پیش میاد این هست که خب ایران آنچه را که اتفاق افتاده مسئولیتش رو پذیرفته، پس دیگه بحث بر سر این جعبه سیاه و اینکه اون رو نمیخواد به بیرون بفرسته چی هست؟ من فکر میکنم این بحث دو جنبه داره، یک جنبه سمبولیک هست و یک جنبه پرکتیکال یا عملیه. این
این بحث. از نظر سمبولیک من فکر میکنم خب ایران به خاطر دشمنی که با ایالات متحده داره یک نوع جبهه‌گیری طبیعی داره نسبت به اینکه اطلاعات رو با آمریکایی‌ها به اشتراک بذاره، و این جنبه سمبولیک فکر میکنم در اینجا به کل کشور اروپایی و غربی گسترش پیدا کرده با توجه به جوی که در حال حاضر بین ایران و کشورهای غربی وجود داره. در غیر این صورت هم واقعا برای من قابل درک نیست که چرا ایران در این زمینه مقاومت میکنه. این یک موضوع خیلی رایج هست که در صورت بروز سوانح هوایی کشوری که مسئولیت بررسی سوانح رو بر عهده داره و امکان بازخوانش اطلاعات جبهه سیاه نداره اونا رو بفرسته برای تعداد محدودی از آژانس‌هایی که در سراسر دنیا این توانایی دارن که این جواهر رو بازخوانش بکنن. و جالب اینجاست که هیچ کدوم از این آژانس‌ها امکان بازخوانش تمام مدل‌های جواهر سیاه رو هم ندارن. یک موضوع کاملا طبیعیه که ایران هم باید درک بکنه که برای اینکه این اطلاعات هرچه سریعتر دانلود بشه و با این کار با حضور نماینده‌های ایران میتونن انجام بدن، بهتر این کار انجام بشه در یک کشور ثالث. سابقا هم داره این موضوع سال گذشته در مورد سانحه هواپیمای 737 مکس اتیوپی مقدار برای فرستادن جعبه سیاه به آمریکا و در اختیار قرار دادن این جعبه به NTSB مقاومت کرد و ترجیح میداد که سازمان بررسی سانحه بریتانیا این کار را انجام بده، که فکر میکنم با وجود فشار آمریکا در نهایت هم این کار انجام شد. حالا کمی اگه برای بیننده های ما بگید که اصولا از این جعبه سیاه چه اطلاعاتی ممکنه بیشتر از آنچه که تا اینجا میدونیم در بیاد و چه اطلاعات بیشتری به ما ممکنه بده؟ خیلی اطلاعات، هزاران پارامتر داده‌ای در این جعبه سیاه هست و همینطور مکالمات ضبط شده از داخل کاکپیت بین خدمه پروازی در همون 3 دقیقه و بین خدمه پروازی و احیانا کابین مسافران، مکالماتی که احیانا در این فاصله بین زمین و هواپیما انجام گرفته، و همینطور داده‌های مربوط به وضعیت هواپیما، سرعت هواپیما، ارتفاع هواپیما و صداهای سویچ های هشدار دهنده، چون میدونیم که از زمان انفجار اول تا انفجار دوم و از آتش گرفتن هواپیما چیز بوده 3 دقیقه فاصله بوده. تو این 3 دقیقه خیلی اطلاعاتو میشه از این جعبه سیاه بازخوانی کرد، از نظر اینکه این موشک‌ها دقیقاً کجا منفجر شدن، چه سیستم هایی از کار افتادن در درجه اول، و هواپیما در اون شرایط وضعیت نهایی چه وضعیتی داشته، چرا به سمت راست گردش کرده، و خیلی اطلاعات داده‌های فنی که میتونه به بررسی سانحه و در نهایت ایجاد یک کیس، یک پرونده‌ای که شاید در نهایت به یک پرونده جنایی تبدیل بشه کمک خواهد کرد. ممنونم از شما آقای ندیمی. فضیل ندیمی، پژوهشگر امور دفاعی با ما. روند استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز به طور رسمی شروع می شود. دموکرات‌ها می گویند آقای ترامپ از اختیاراتش برای تحقیق درباره یکی از رقبای بالقوه‌اش در انتخابات پیش رو سوء استفاده کرده. نمایندگان مجلس سنا قرار است امروز آیین‌نامه استیضاح را تصویب کنند. آقای ترامپ سومین رئیس جمهوری در تاریخ آمریکاست که استیضاح می شود. گزارش ببینیم از خشایار جنیدی. اینجا مرکز توجه در آمریکاست. با آغاز رسمی جلسات استیضاح دونالد ترامپ در مجلس سنا، محکمه‌ای که رئیسش جان رابرتس قاضی ارشد دیوان عالی آمریکاست و هیئت منصفه اش اعضای مجلس سنا هستند. 7 فرستاده مجلس نمایندگان در نقش دادستان از لوایح استیضاح دفاع خواهند کرد و وکلای آقای ترامپ هم دفاعیاتشان را ارائه خواهند داد. دموکرات‌های مجلس نمایندگان ماه گذشته 2 لایحه استیضاح رئیس جمهوری را تصویب کردند. دونالد ترامپ به سوء استفاده از قدرت و پیشگیری از اجرای وظیفه کنگره متهم شده. آقای ترامپ امیدوار است تا زمان سخنرانی سالانه اش در کنگره 15 روز دیگر تکلیف استیضاح مشخص شود. برکناری او
به رأی 2/3 نمایندگان سنا نیاز دارد، یعنی دست کم 20 سناتور جمهوری خواه باید در جبهه دموکرات ها قرار بگیرند، رخدادی که بعید به نظر می رسد. خشایار جنیدی، بی بی سی، واشنگتن. خشایار، همین حالا از کنگره آمریکا در واشنگتن به ما پیوسته. خشایار، به اون بگو که اصولا امروز در دستور کار سنا چه هست و چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟ امروز تمرکز نمایندگان سنا بر تصویب آیین‌نامه اجرایی استیضاح هست. در حدود 250 سالی که از تاریخ آمریکا میگذره، این سومین بار هست که یک رئیس جمهور استیضاح میشه. قوانین مربوط به اون کمی مبهم هستند. پیشنویسی رو میچ مک‌کانل رهبر جمهوری خواه مجلس، رهبر جمهوری خواهان مجلس سنا قرار هست یک بعد از ظهر اینجا ارائه بده. گفته شده که شامل 24 ساعت وقت در دو روز برای هیئت نمایندگان مجلس نمایندگان که نقش دادستان رو بازی میکنن برای ارائه ادلهشون برای استیضاح آقای ترامپ در نظر گرفتن و 24 ساعت در طی دو روز برای وکلای مدافع اون در نظر گرفته شده که بیان دفاعیات خودشون رو ارائه بدن. البته بعد از اینکه این ارائه میشه، این پیشنویس آیین‌نامه، قرار هست نمایندگان دو طرف صحبت‌های خودشون رو انجام بدن و در نهایت این رو به رأی‌گیری بگذارن. بنابراین صحبت‌های اصلی مربوط به استیضاح قرار هست که از فردا بیان بشه. اصولا هم بر سر نحوه استیضاح همیشه بین جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها در مجلس سنا اختلاف هم بوده. چقدر این مسئله ممکنه بر کلیت مسئله استیضاح تاثیر بذاره؟ در این دوره این موضوع بسیار اهمیت داره. سال 1999 زمانی که بیل کلینتون رو استیضاح می‌کردند، نمایندگان سنا به طور متفق القول هر 100 نفرشون آیین‌نامه اجرایی استیضاح رو تصویب کردند، ولی رأی مثبت بهش دادن. ولی این بار اختلاف‌ها بسیار شدید هست. از همین الان نمایندگان دو حزب سرشاخ شدن سر دو موضوع. دموکرات‌ها میگن به نظر میرسه جمهوری‌خواها پاشون رو گذاشتن رو گاز، دارن تخت گاز میرن تا هرچه زودتر این استیضاح رو به پایان برسونن، به سخنرانی سالانه آقای ترامپ نرسه. از سوی دیگر دموکرات‌ها تاکید دارن که باید 4 نفر از مقام‌های کنونی و پیشین دولت، به خصوص جان بولتون مشاور امنیت ملی سابق آقای ترامپ، در به عنوان شاهد در سنا حاضر بشه. دولت چنان روی خوشی نشون نمیده به این قضیه و جمهوری خواهان سنا هم چندان نسبت به این قضیه روی خوشی نشان نخواهند داد. دموکرات ها دست برتر رو در سنا ندارن، 4 رأی کم دارن برای اینکه بخوان نظرات خودشون در آیین‌نامه اجرایی رو بخوان اعمال بکنن، ولی امیدوارم بتونن که 4 نفر از نمایندگان به اصطلاح معتدل‌تر، میانه روتر حزب جمهوری‌خواه رو به سمت خودشون جلب کنند. هرچند میچ مک‌کانل اگه مطمئن نبود که رأی لازم برای تصویب آیین‌نامه رو در اختیار نداره، آیین‌نامه رو امروز ارائه نمی‌کرد. ممنون از خشایار جنیدی، همکارم از کنگره آمریکا. با جمعی از دانشجویان ایرانی و چند وکیل دیشب در فرودگاه بوستون آمریکا در اعتراض به اخراج یک دانشجوی ایرانی تجمع کردند. محمد شهاب دهقانی، دانشجوی 23 ساله رشته اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن، از یک شنبه شب در دفتر اداره مرزبانی فرودگاه بوستون بوده و به رغم ورود با ویزای معتبر به آمریکا قرار بود دیشب به ایران بازگردانده شود، اما در پی اعتراض دوستان او و شکایت وکلای انجمن دفاع از آزادی، یک قاضی اخراج او را به تأخیر انداخت و دستور داد جلسه بررسی موضوع امروز برگزار بشه. ساعتی پیش از خبرنگارمون بهمن کرباسی در نیویورک درباره این موضوع خواستیم که بیشتر بهمون توضیح بده. مثل موارد قبلی اداره مرزبانی توضیح نمیده که علت چیست. البته حدس و گمان تو شبکه‌های اجتماعی زیاده، هم در مورد عقاید افراد، هم در مورد اینکه ممکن است مثلا چیزی در شبکه‌های اجتماعی خودش نوشته شده باشه که بهانه‌ای شده باشه برای اینکه، یا دلیلی شده باشه برای اینکه مقام‌های اداره مرزبانی ورود او جلوگیری بکنن، ولی هیچ کدوم اینها قابل استناد نیست مگر اینکه مقام‌های اداره مرزبانی توضیح بدن. دیشب هم یه بیانیه دادن به تعدادی از خبرنگاران که ما در مورد موارد یکی یکی پرونده‌ها صحبت نمی‌کنیم. این همین
طبیعی است که در گذشته بوده. خود او در دو روز گذشته با کسی اجازه ندادن صحبت کنه، حتی آقای کندی که نماینده مجلس هست از اون منطقه سعی کرده تماس بگیره با رئیس اداره مرزبانی و اونا هم حاضر نشدن که اجازه بدن با دانشجوی صحبت بشه. در اینچه ما منتظریم بیاد بره به دادگاه، کوده یک ساعت دیگه از حالا شاید اونجا یه مقدار تصویر دقیق‌تری داده بشه. ولی اون چیزی که قطعی است این است که از دید وکلا و چند تا دوستاش که باش حرف زدم گفتن این دانشجویی است که دانشجوی اقتصاد و ریاضی است و کاری مسائل سیاسی نداره و اساساً خیلی هم به هیچ عنوان در مورد مسائل سیاسی حرف نمیزنه و اگر هم عقاید مذهبی داره نباید به هیچ عنوان بهانه بشه که ورودش جلوگیری بشه. ولی به طب کسانی که رفتن تو صفحه شبکه اجتماعیش نگاه کردن میگن نگاه کنید به فلان صفحه مثلا یک مقام ایرانی رو لایک زده، پس در نتیجه ممکن است اینها دلیل باشه. اینا هیچ کدوم رو نمیشه با قاطعیت در موردش صحبت کرد. تنها چیزی که میدونیم اینه که یک دانشجوی 23 ساله است که در دانشگاه نورث ایسترن داشته درس میخونده، قبلا دو سال در دانشگاه دیگری در بوستون درس میخونده، برگشته ایران فامیلشو ببینه، 9 ماه صبر کرده که ویزای دوباره براش صادر بشه و بعد از اینکه ویزای دوباره صادر شده آمده که حالا در مرز در فرودگاه بوستون جلوی ورودش رو گرفتند. بهمن کرباسی بودم و به میانه برنامه رسیدیم. نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای ماه امروز. سازمان هواپیمایی ایران در دومین گزارش خود درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی میگوید ایران خواستار تجهیزات خواندن جعبه سیاه از فرانسه و آمریکا شده. دوستان و همکلاسی‌های یک دانشجوی ایرانی برای جلوگیری از اخراج او از آمریکا در فرودگاه بوستون تجمع کردند. شهاب‌الدین خانی روز یکشنبه هنگام ورود به آمریکا بازداشت شد. در ادامه برنامه، جوانشیر حیدری فیلمساز و بازیگر پیشکسوت افغان درگذشت. دونالد ترامپ در سخنرانی افتتاحیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس بار دیگر هشدارها درباره تغییرات اقلیم رو بی‌ارزش توصیف کرد. آقای ترامپ همچنین کاهش هر گونه مقررات برای سوخت‌های فسیلی رو ستایش کرد. مجمع جهانی اقتصاد که به نشست داووس معروف است از امروز در داووس سوئیس آغاز شد. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. اینجا داووس است، شهرستانی کوچک در قلب آلپ که 50 سال است به دلیل میزبانی یک نشست با پرستیژ شهرتی جهانی یافته است. مجمع جهانی اقتصاد یکی از موفق ترین سازمان‌های غیر دولتی جهان هر سال نشستش را با حضور صدها تن از نخبگان سیاسی و اقتصادی دنیا در داووس برگزار می‌کند. و امسال در روز افتتاحیه این نشست همه نگاه‌ها متوجه این مرد شد، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، که اگرچه این روزها در کشورش گرفتار یک استیضاح کم سابقه است، اما تصمیم گرفت که فرصت سخنرانی در 50مین نشست داووس را از دست ندهد. او در این نشست ابتدا با سخنان پر از ستایش کلاس شواب، بنیانگذار نشست داووس روبرو شد که معتقد بود دونالد ترامپ در اداره کشورش موفق بوده و اقتصادی قدرتمند برای آمریکا به ارمغان آورده. و وقتی نوبت به خود ترامپ رسید نیز او بخش عمده سخنرانیش را به همین موضوع اختصاص داد، اقتصاد کشورش و اینکه چگونه او موفق شده آنطور که ادعا می کند قوی ترین، استثنایی ترین، خارق العاده ترین و موفق ترین اقتصاد دنیا را به وجود بیاورد. وقتی من 2 سال پیش در این نشست صحبت کردم به شما گفتم که ما بازگشت به دوران پرعظمتمان را آغاز کرده ایم. امروز خوشحالم که به شما اعلام کنم اقتصاد آمریکا در حال تجربه کردن جهشی است که تاکنون هیچ کس در دنیا ندیده. آقای ترامپ در ادامه این سخنرانی مجموعی از نکات کلیدی ایده‌هایش را شرح داد، اینکه او موفق شده با کاستن از مقررات به پویایی اقتصاد کشورش کمک کند و اینکه بهتر است دیگران هم همین کار را انجام دهند. همان مقرراتی که از نگاه مخالفان آقای ترامپ برای کاهش آثار مخرب توسعه صنعتی بر محیط زیست ضروری هستند. یعنی دقیقاً مسئله‌ای که به یکی از داغ‌ترین بحث‌های نشست داووس امسال نیز تبدیل شد و چهره‌های بسیاری از فعالان محیط زیست و دانشمندان رشته‌های مختلف برای پافشاری بر هشدارهایشان در این نشست شرکت کردند. از جمله این چهره گرتا تونبرگ که به رغم سن کمش
در یکی از مهمترین صحنه‌های قدرت و اعتبار جهان یعنی داووس حاضر است تا از لزوم توجه به محیط زیست بگوید. این واقعیت که آمریکا از توافق پاریس خارج می‌شود به درستی همه را عصبانی کرده. اما این نکته که باقی امضا کنندگان این توافق به تعهداتشان عمل نمی کنند هیچ کس را ناراحت نمی کند. از دیدگاه توسعه پایدار، چپ، راست و مرکز همه شکست خوردند. هشداری که تا اینجای کار دست کم رهبر قوی ترین اقتصاد جهان چندان تمایلی به شنیدنش ندارد. کیوان حسینی، بی بی سی. جهانشیر حیدری، رئیس اتحادیه سینماگران افغانستان و یکی از پیشکسوتان سینمای این کشور، صبح امروز به دلیل بیماری قلبی درگذشت. ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به خبر درگذشت آقای حیدری گفته او به عنوان نویسنده، بازیگر و فیلمساز تلاش‌های زیادی در زمینه رشد فرهنگ و سینمای افغانستان انجام داد. آقای حیدری زمانی که دانشجو بود برای اولین بار تهیه کنندگی فیلمی با نام مجسمه‌ها می‌خندند را بر عهده گرفت. او در هنگام مرگ 68 سال سن داشت. خبرنگار ما علی حسینی از کابل به ما پیوسته. علی، آقای حیدری بین علاقمندان سینمای افغانستان چهره شناخته شده بود، کمی بیشتر راجع به او برام بگو. آقای حیدری، میشه گفت که در یکی از مناطق کابلی ترین مناطق کابل به دنیا آمد، در منطقه چندول، و آنطور که گفته شد در کابل هم درگذشت صبح امروز. یک کارنامه طولانی از در عرصه سینما، فیلم، کارگردانی و نمایشنامه و تئاتر دارد. دوستانش میگن که در وقتی که زمانی که در کلاس هفتم مکتب و مدرسه بود علاقه زیاد داشت به بازیگری. در دوران دانشجویش عضو فعال کمیته فرهنگی دانشگاه کابل بوده، سالها هم در رادیو تلویزیون افغانستان فعال بوده. بر اساس کارنامه هنری آقای حیدری میشه گفت که در فیلم‌های بسیاری از جمله اینکه دهکده ها بیدار می شوند، صبور، حادثه، الماس سیاه، رویا و سربند نقش بازی کرده و همچنین کارگردانی فیلم های زیادی از جمله فیلم بابا، کجرا، الماس شرق و همچنین جادوگر سبز را در کارنامه خود داره. ریاست جمهوری افغانستان گفته که در گذشت آقای حیدری یک زایه فرهنگی و هنری پنداشته می شه. و اصولاً میراث او چه خواهد بود؟ سالها فعالیت کرد در عرصه سینمای افغانستان، چه تأثیراتی بر سینما گذاشت؟ خب آنطوری که همکاران و فعالین عرصه سینما میگن، در عرصه ساخت سینمای افغانستان آقای حیدری نقش عمده‌ای داشته. یک زندگی هنری او یک عمر 45 ساله‌ای بوده که تأثیر زیادی داشته در قسمت تئاتر افغانستان، فیلمای افغانستان، شناختندن سینمای افغانستان به مجامع بین المللی هنری. به طور مثال، مثلا معاون سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ امروز گفته که آقای حیدری علاوه بر اینکه سالها، یعنی بیش از دو دهه، ریاست اتحادیه سینماگران افغانستان را بر عهده داشته، عضویت شورای رهبری انجمن بین‌المللی پیوند در تاجیکستان هم بوده و همچنین عضویت انجمن دوستی افغانستان چین را هم عضو این نهاد بوده. آنطوری که دوستانش میگه، این حضور گسترده و حضور طولانی او در عرصه سینما تاثیر بسیار داشته، به ویژه در قسمت اتحادیه سینماگران افغانستان که به گفته دوستانش دولت افغانستان کمک چندانی به او نکرده و او تک و تنها برای برپا نگه داشتن این اتحادیه، که میشه گفت که در اتحادیه سینماگران در افغانستان بسیار کم است، و نقش بسزایی داشته و به تنهایی تانسته که در مدت‌های خیلی زیادی این اتحادیه را سرپا بگذاره و در قسمت کارگردانی فیلم‌ها، تهیه کنندگی فیلم‌ها تأثیر عمده خودش را داشته باشه. ممنونم ازت علی حسینی، همکارم از کابل. با برای اولین بار یک طراح جوان تاجیک مجموعه‌ای از لباس‌هاش رو در نمایش بین‌المللی مد شرقی در پاریس معرفی کرده. این نمایش طی دو روز گذشته در موزه لوو برگزار شد. نفیسه عمرانلو، معذرت می‌خوام، نفیسه عمرانووا شرکت در این نمایش مد رو نقطه عطفی در فعالیت‌های طراحیش می‌دونه. خبرنگار ما سهراب زیا قبل از سفر این طراح تاجیک به پاریس در شهر دوشنبه با او دیدار کرد. از زمان دانشجویی به طراحی علاقه پیدا کرد و 6 سال پیش به جهان مد و فشن وارد شد. در این مدت کارهایش را به جز از تاجیکستان، در آمریکای و ایتالیا، روسیه و ازبکستان،
مالزی و سنگاپور و برخی کشورهای دیگر دیدند. اما شرکت در نمایش بین المللی مود شرقی در پاریس برای این طراح 29 ساله تاجیک رویای را میماند. باور کنید که وقتی که من امی خبر شنیدم من بسیار در حیرت ماندم. از خورسندی نمیدم چی کار کنم. پاریس برای من باشد ای یک خلای بلندی مود می باشد. تو حاضر باوری ندارم که من در شهر پاریس در موزه لوور ای کلکسر نشان میدم. این مجموعه ای کارهایش را نفیسه اواخری سال گذشته در مالزی نمایش داده بود. در نمایشی مود و فشن طراحان آسیای مرکزی که زیر نظر جیمی چو طراح مشهور برگزار شد. با گفته نفیسه لباس‌های این مجموعه برای جشن و مراسم از جمله عروسی تهیه شده. انمی کلکسی زردوزی همه ای بولو تو پایان با سنگا آرایی شدن. در مدت دو ماه ای کلکسی ماه تیار کردیم. توقی در سرش میشد کرتای کشاد و این جامع در بلوش میباشند. بسیارتر این لباس عروسی میشود. آخرین آمادگی ها برای سفر به فرانسه. نفیسه امرانوا اولین طراح تاجیک است که مود تاجیکستان را در هفته مود شرقی در موزه لوور پاریس معرفی میکند. مجموعه نوی لباس های نفیسه نوروز نام دارد و در این لباس ها نقش و نگارهای ملی رایج در مناطق مختلف تاجیکستان و شهرهای بخارا و سمرقند را میتواندید. تاجیکستان سلام. اورینتال فشن شو نخستی نمایش مود و هنر خیاطی شرق است که در پاریس پایگذاری و در ده ها کشور دیگر برگزار شده است. 15 سال است که این نمایش روندهای مدرن مود را که الهام گرفته از سنت های شرق و تاریخ و فرهنگ کشورهای شرقی است شکل می دهد. تا حالا در این نمایش مجموعه لباس های بیش از 100 طراح از 50 کشور جهان معرفی شده است. نفیسه امرانوا با برند جیوچ توانسته به این نمایش در وطن مود و فشن راه یابد. جیوچ میگم فکر میکنم این یک کلمه فرانسوزی هست. این کلمه بدخشانی هست. معنایش عشق، محبت. آدم با محبت زندگی میکند. اگر محبت در دل باشد بسیار چیز پیشروی میشود. بسیار چیز نوآوری در زندگی آدم میشود. همین عشق و علاقه به هنری طراحی به نفیسه و همکارانش الهام می بخشد. یکی از ویژگی های کارهای او تلفیق نقش و نگار و پارچه های تاجیکی با لباس اروپایی است. از این رو بیشتری مشتریان لباس هایش خارجی ها هستند. این طراح جوان حضورش در نمایش مود شرقی در پاریس را آغاز جدید برای راه یافتن طراحان تاجیک و صنعت مود و فشن اروپا و صفحه تازه در تاریخ مود تاجیکستان می داند. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که با بی بی سی فارسی هستید.